توی این درس قرار کلمات کاربردی درباره آسیب ها و صدمات رو بهتون یاد بدم بچه صدمات و یا آسیب ها تو زبان انگلیسی میشه injuries injuries حالت مفردش میشه injury injury اوکی اگه ای اس بهش اضافه کنیم میشه injuries یعنی صدمات و آسیب ها بدون فوت وقت بدون معطلی بریم که اولین کلمه رو با هم یاد بگیریم اولین کلمه ای که میخوام بهتون یاد بدم بچه ها کات کات هستش بریدگی و یا بریدن هم میتونه به عنوان یک فعل کاربرد داشته باشه هم میتونه به عنوان یک نون و یا یک اسم کاربرد داشته باشه تو حالت فعل میشه بریدن حالت اسم میشه بریدگی بریدگی اوکی این از این بریم سر وقت جملاتی که من براتون آماده کردم جمله اول به اون میگه که to cut a slice of bread to cut a slice of bread. یعنی بریدن یه قطعه نون بریدن یه تیکه نون slice of bread بچه همون یه تیکه نون رو بهش میگن slice, slice, slice of bread یعنی بریدن یه تیکه نون جمله دوم میگه که I cut myself I cut myself یا میتونیم بگیم I cut my hand on that glass I cut my hand on that glass بچه یه نکته ای که وجود داره اینه که حالت گذشته فعل cut همون cut هستش که داخل جمله دوم داریم میبینیم گفته I cut my hand یا myself on that glass که به معنی این هستش که من دستم و بریدم با اون در واقع شیشه بریدم تو زبان انگلیسی میشه بریدم اما تو زبان فارسی میگیم که اون شیشه دستم و برید اون شیشه دستم و برید یا میتونیم بگیم I cut myself یا I cut my hand with that knife with that knife اون چاوه دستم رو برید عبارت سوم A deep cut. A deep cut. یک بریدگی عمیق. یک بریدگی عمیق. جمله چهارم. Clean the cut and cover it to prevent infection. Clean the cut and cover it to prevent infection. میگه که بریدگی رو تمیزش کن و اون رو بپوشون یا بانداجش کن پانسمانش کن برای جلوگیری از عفونت to prevent infection یعنی جلوگیری کردن از عفونت clean the cut بچا بریدگی رو تمیز کن اینجا cut به عنوان یک نون و یا یک اسم به کار برده شده clean the cut بریدگی رو تمیز کن جمله آخر جمله پنجم بهمون میگه که He has a small cut on his finger. و اما معنی جمله میگه که اون یه بریدگی کوچیک روی انگشتش داره. یه بریدگی کوچیک روی انگشتش داره. اوکی؟ این از این کلمه cut به معنی بریدن و یا بریدگی. کلمه دومی که میخوام بهتون یاد بدم بچه ها بروز هستش بروز که به عنوان یک نون و یا یک اسم کاربرد داره یعنی کبودی و سیاهی bruise bruise اوکی okay? این از این جمله اول میگه که his legs were covered in bruises his legs were covered in bruises بچا اس جمع گرفته پس میفهمیم که bruise یک اسم قابل شمارش هستش که میتونیم جمع ببندیم میتونیم بگیم bruises تو جمله اول به اون میگه که His legs were covered in bruises. یعنی اینکه پاهاش پر کبودی و سیاهی بود. پاهاش پر از کبودی و سیاهی بود. این از این. جمله دومیه که she suffered only minor cuts and bruises. یه نکته که تو این جمله وجود داره بچه ها اینه suffer یعنی رنج کشیدن از چیزی رنج بردن از چیزی اما باید دقت کنین که و این رو بدونین که داخل این جمله سافر به معنی رنج کشیدن و رنج بردن از چیزی نیست بلکه به معنی تحمیل شدن یک چیزی هستش جمله رو با هم بخونیم میگه که she suffered only minor cuts and bruises minor cuts and bruises بچه ها یعنی بریدگی ها و کبودی های جزئی و سطحی رو بهش میگن بریدگی ها و کبودی هایی که زیاد بزرگ نیست کوچیک کوچیک هستش اوکی میگه که او متحمل بریدگی ها و کبودی های کوچیکی شد گرفتین چی شد سافر یعنی متحمل شدن یک چیزی اینجا جمله سوم a huge bruise over his eye a huge bruise over his eye یک کبودی و سیاهی گنده و یا بزرگ روی چشمش his eye گفته بچه ها. روی چشمش نگفته his eyes اینجا رو دقت کنید و اما جمله آخر جمله چهارم که میگه minor bruises can be treated at home minor bruises can be treated at home To be, uh, can be treated بچه یعنی میتونه درمان بشه میتونه درمان بشه minor bruises uh, کبودی ها و سیاهی های جزئی و سطحی میتونه توی خونه هم درمان بشه یعنی خودتون میتونین تو خونه هم درمونش کنین لازم نیست برین بیمارستان و یا درمانگاه minor bruises can be treated at home کلمه بعدی بچه ها scratch scratch هستش دقت کنید که به چه شکل نوشته میشه اون تی که آخرش وجود داره سایلنت هستش و خونده نمیشه سکرچ سکرچ scratch هم میتونه به عنوان یک ورب فعل و هم میتونه به عنوان یک ناون اسم کاربرد داشته باشه سکرچ به عنوان یک فعل یعنی ایجاد خراش بر روی یک چیزی به عنوان ناون یعنی خراشیدگی خراشیدگی عبارت اول scratch something یعنی که یه چیزی رو بیای بخارونی اوکی okay? scratch something به عنوان مثال جان یاند and scratched his chin جان یاند and scratched his chin میگه که جان خمیازه کشید و چونه خودش رو خاروند scratched his chin دومین عبارت میشه scratch yourself scratch yourself یعنی یه جایی از خودتو بخورنی به عنوان مثال the dog scratched itself behind the ear سگه پشت گوش خودش رو خاروند سگه پشت گوش خودش رو خاروند این از این جمله سوم میگه که her hands were covered in scratches from the brambles brambles بچه من عکسش رو اینجا براتون گذاشتم brambles میشه تمشک جنگلی تمشک جنگلی همونجور که عکسش رو میبینید میگه که her hands were covered in scratches from the brambles معنی ساده جمله میشه این که به خاطر اینکه تمشکای جنگلی رو چیده بود دستاش پر از خراش و آسیب بود خراش بود پر از خراش بود اوکی okay. Her hands were covered in scratches from the brambles. و اما جمله آخر. A scratch on the paintwork. A scratch on the paintwork. بچه ها paintwork در واقع رنگ روی بدنه ماشین رو میگن یا رنگامیزی ساختمان رو هم بهش میگن. A scratch on the paintwork یعنی خراشی که روی بدنه ماشین اتفاق میفته یا خراشی که روی بدنه ماشین وجود داره و یا اینکه روی نقاشی ساختمان اوکی scratch on the paintwork کلمه بعدی ما هستش sting که به عنوان یک فعل و یا به عنوان یک اسم میتونه کاربرد داشته باشه نیش و یا نیش زدن حالت گذشته Sting بچا Stung هستش که تو جمله اول آوردم جمله اول به اون میگه که I was stung on the arm by a wasp I was stung on the arm by a wasp wasp بچا میشه زنبور عکسش رو این پایین براتون میذارم I was stung on the arm by a wasp یعنی که یک زنبور بازوی من رو نیش زد یا من توسط یک زنبور نیش زده شدم بر روی بازوی خودم اینجوری معمولا من معنیش نمی کنیم یعنی اینکه همون یک زنبور بازوی من رو نیش زد جمله دوم به اون میگه که Be careful of the nettles Be careful of the nettles بچه ها یعنی گیاه گزنه رو داریم گیاه گزنه بهشون میگن نتال نتالز همون گیاه های گزنه جمع بسته شده Be careful of the nettles یعنی حواست به گیاه گزنه باشه They sting They sting. یعنی اگه بدنت بهشون بخوره میخواره بدنه They sting یعنی اونا نیش میزنن اونها تیغ دارن تیغ های خیلی ریزی دارن و نیش میزنن گیاه معمولا نیش نمیزنه اینجا وقتی میگه they sting یعنی اینکه خارهای ریزی دارند که اگه بدن بهشون بخوره سه ایجاد خارش میشه اوکی okay? they sting جمله سومیه که the sting of a bee the sting of a bee نیش زنبور نیش زنبور the scorpion has a sting in its tail the scorpion has a sting in its tail Scorpion بچه ها میشه اقرب اقرب یه نیش روی دومش داره اقرب یک نیش روی دومش داره کلمه بعدی Fracture 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 بچه ها یعنی شکستن به عنوان یک فعل و شکستگی به عنوان یک اسم میتونیم ازش استفاده کنیم Fracture something داریم داخل جملات جمله سوم رو نگاه کنید Fracture something بهش میرسیم اما قبل از اون جمله اول میگه که his leg fractured in two places his leg fractured in two places پاش از دو جا شکست پاش از دو جا از دو ناحیه شکست جمله دوم که cast iron cast iron is not only heavy but likely to fracture but likely to fracture بچه cast iron uh, فلز چودن رو بهش میگن cast iron فلز چودن is not only heavy نه تنها سنگینه but likely to fracture بلکه احتمالش هم زیاده که بشکنه ترک برداره و بشکنه but likely to fracture جمله سوم یه عبارتی داریم fracture something یعنی اینکه بیای یه چیزی رو بشکنی جمله که جلوش نوشتم میگه که she fell and fractured her skull she fell and fractured her skull اون افتاد و جمجمش رو شکست جمجمش رو شکست اوکی؟ یعنی خودش نشکست عمدی نشکست یعنی افتاد و جمجمش شکست ما تو زبان فارسی اینجوری معنیش می‌کنیم، اوکی؟ اون افتاد و جمجمش شکست Cracks and fractures are appearing in the ancient wall میه که Cracks ترک ها and fractures و شکستگی ها دارن روی در واقع دیوار تاریخی دیوار تاریخی و قدیمی ظاهر میشن ترک خوردگی ها و شکستگی ها دارن روی دیوار تاریخی و قدیمی ظاهر میشن و جمله آخر پنجمی fracture of the leg A fracture of the leg یا میتونیم بگیم A fracture of the skull شکستگی پا شکستگی جمجمه شکستگی پا شکستگی جمجمه کلمه بعدی بچه ها سپرین هستش سپرین که این هم میتونه به عنوان یک فعل و یا به عنوان یک اسم کاربرد داشته باشه سپرین به عنوان یک اسم پیچ خوردگی. به عنوان یک فعل یعنی پیچ خوردن پیچ خوردن اوکی جمله اول به اون میگه که I stumbled and sprained my ankle I stumbled and sprained my ankle. معنیش میشه این. I لیز خوردم و باعث شدم که مچ پام پیچ بخوره. تو زبان فارسی اینجوری معنیش میکنیم دیگه. لغزیدم و یا تلو تلو خوردم، لغزیدم و باعث شدم که مچ پای من پیچ بخوره. دومین جمله. A bad ankle sprain. A bad ankle sprain یک پیچ خوردگی افتضاح و بد شدید در مچ پا a bad ankle sprain یک پیچ خوردگی بد و خیلی ناگوار بد و افتضاح در مچ پا کلمه بعدی بچه ها swelling swelling که باد کردگی و در واقع ورم رو بهش میگن سویلنگ swelling", swelling که فقط به عنوان یک نون و یا اسم میتونیم ازش استفاده کنیم از کجا میفهمیم که یک اسم هستش چون ing گرفته بچه ها swelling یعنی ورم کردگی جمله اول به اون میگه که use ice use ice to reduce the swelling to reduce the swelling از یخ برای کاهش ورم استفاده کن. Use ice to reduce the swelling. از یخ برای کاهش ورم استفاده کن. جمله دوم. Slight swelling had occurred under his chin. یه ورم کردگی کوچیک زیر چونش پدیدار شده بود. Slight swelling had occurred under his chin. و کلمه آخری که میخوام بهتون یاد بدم برن هستش بچه برن هم میتونه به عنوان سوختگی استفاده بشه به عنوان یک اسم که میشه سوختگی هم به عنوان یک فعل که میشه سوزوندن چیزی برن something سوزوندن چیزی اوکی؟ بریم سر وقت اولین جمله که میگه to have minor severe third degree burns بچه ها. To have minor burns یعنی اینکه متحمل یا داشتن سوختگی های جزئی خیلی کوچیک. To have severe burns یعنی سوختگی های شدید Third degree burns یعنی سوختگی های درجه سه سوختگی های خیلی شدید و درجه سه okay? To have third degree burns جمله دوم she suffered serious burns but is expected to survive. She suffered serious burns but is expected to survive. اون متحمل سوختگی های خیلی شدید و جدی شد اما انتظارش رو میرفت که زنده بمونه اما انتظار این رو میرفت که زنده بمونه با اینکه متهمن سوختگی های خیلی شدید شده بود. جمله سوم: He was treated in the hospital for 60% burns. او برای سوختگی 60 درصدی توی بیمارستان تحت درمان قرار گرفت. اوکی؟ تحت درمان قرار گرفت. He was treated in the hospital for 60% burns. جمله چهارم: He was badly burned. in the blaze. He was badly burned in the blaze. بچه blaze آتش سوزی های خیلی بزرگ و عظیم رو بهش میگن blaze. He was badly burned in the blaze. توی آتش سوزی خیلی بزرگ و عظیم به صورت خیلی ناگوار و بد به صورت افتضاح سوخت. اوکی؟ این از این. و اما جمله آخر She burned his old love letters She burned his old love letters او نامه های عشق قدیمیش رو سوزوند او نامه های عشق قدیمیش رو سوزوند اوکی؟ این از این این بود از ویدئوی امروز امیدوارم که تو یه چیز جدید بهتون یاد بدم اگه از این ویدیو لذت بردین و اگه دوست دارین ویدئوهای بیشتری از کانال من ببینین حتما حتما تو کانال یوتیوب من عضو بشین اگه دوست دارین از همین ویدیو حمایت بیشتری بکنید حتما حتما کامنت بذارین این ویدیو رو لایک کنین و با دوستاتون به اشتراک بذارین اگه دوست دارین ویدئوهای بیشتری ببینین همین الان دو تا ویدیوی دیگه از کانال خودم روی صفحه بهتون نمایش داده میشه اگه دوست داشتین میتونین یکی رو انتخاب کنین و بیشتر یاد بگیرین تو ویدئوهای بعدی بینتون بجود